بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه لکچر پیشتر به لکچر در مورد انهرتنس بازم صحبت میکنیم. گفتیم که سه رقم انهرتنس در داخل جاوا، یکی به نام سینگل انهرتنس، یکی مولتی لیول و یکی هم هایرارکیکال. یک رقم انهرتنس هست به نام مولتیپل و هایبرید که اینا در داخل جاوا وجود نداره و جاوا اینا سپورت نمیکنه. برای از اینکه ما قابلیت ها از این را خواسته باشیم در داخل جاوا ایجاد کنیم، باید از اینترفیس استفاده کنیم که باز بعداً میخونیم. خب اولی که سینگل انهرتنس، زمانی که یک کلاس چایلد یک کلاس دیگه باشه این میشه سینگل انهرتنس. فقط یک کلاس، کلاس بی چایلد کلاس ای، ای به اینجا میشه سینگل انهرتنس. مثلا اینجا کلاس انیمال داریم، کلاس داگ داریم، کلاس داگ چایلد کلاس انیماله، به خاطر این میشه سینگل انهرتنس. مولتی لیول انهرتنس، زمانی که یک کلاس من حیث چایلد یک کلاس دیگه و من حیث پرنت بر یک کلاس دیگه عمل کنه، بر ازی مولتی لیول انهرتنس گفته میشه. مثلا ببینید کلاس B من حیث چایلد A و من حیث پرنت کلاس C عمل میکنه، این میشه مولتی لیول. مثلا کلاس A داریم، متد دیسپلی A داره که این متد چاپ میکنه یا این استیتمنت چاپ میکنه. کلاس B چایلد کلاس A و این استیتمنت چاپ میکنه. کلاس C چایلد کلاس B و این استیتمنت چاپ میکنه. کلاس C چایلد B و چایلد غیر مستقیم A. پس اگر آبجکتی از کلاس C بسازیم و متد A، متد B، متد C میتونیم روی کال کنیم که به این جمع توتر میبینیم. خب ویدیو رو پاس کنیم، یک کلاس به نام کار، یک ماروتی و یک ماروتی 800 تیار کنیم که مولتی لیول انهرتنس در داخلی ایمپلمنت کنیم. این سلوشن یا میشه کلاس کار دوتا متد داره، کلاس ماروتی یک متدی داره به نام برند، دیگه هم که کانسترکتور پرنت کال کرده، و ماروتی 800 که میبینید شما کانسترکتور پرنت کال کرده، ماروتی 800 پاس کرده بریو. این ماروتی 800 میه جای از این مدل، به جای از این مدل داخل از این میفته. پس هر زمانی که ما به اینجا ویکل مدل کال کنیم، ماروتی 800 بریم ما چاپ میکنه. مثلا به اینجا که آبجکت از راه ماروتی 800 ساخته شده، ویکل مدل که کال کنیم بریم ماروتی 800 ریترن میکنه. این میشه از انهرتنس مولتی لیول. هایرارکیکال انهرتنس حالتیه که یک کلاس میتونه چند تا چایلد داشته باشه. مثلا کلاس A کلاس B و C چایلد دیونه. مولتیپل انهرتنس حالتیه که یک کلاس میتونه من حیث چند تا پرنت عمل کنه، یعنی که کلاس A به این جگاه پرنت کلاس C هست. کلاس C اگر یک پرنت دیگه هم داشته باشه میشه مولتیپل انهرتنس که در داخل جاوا اجازه داده نشده و یک پرنت میتونه چند تا چایلد داشته باشه. هیچ وقت نمیشه که یک کلاس چند تا پرنت داشته باشه. اینجا کلاس A داریم، کلاس B داریم، کلاس C داریم. کلاس B و C چایلد کلاس A. اگر آبجکت ما از کلاس B و کلاس C بسازیم، میتونیم متدی که در داخل کلاس A به نام دیسپلی A هست توسط آبجکت B و C کال کنیم بدون کدام مشکلی. بحثی داریم به نام متد اوررایدینگ. زمانی که یک کلاس در داخل پرنت یک متد تعریف شه که این همو متد در داخل چایلد هم تعریف بشه و ایمپلمنتیشن فرق کنه، این میشه متد اوررایدینگ که ای باعث میشه که فانکشنالیتی متد ما بالا بره. و ما از متد اوررایدینگ برای از این استفاده میکنیم که بیایم بر متد خود یک ایمپلمنتیشن خاصی بدیم. و متد اوررایدینگ برای ران تایم پلیمورفیزم هم استفاده میشه که یکی دیگه از ستونهای اوپیه که بعداً میخونیم. قوانینی که در قسمت متد اوررایدینگ در نظر باید بگیریم اینه که باید نام متد در داخل چایلد کلاس و پرنت کلاس یکی باشه، باید تعداد پارامترها یکی باشه و باید رابطه‌ای که بین کلاس چایلد و پرنت رابطه از ای یا انهرتنس باشه، یعنی باید انهرتنس وجود داشته باشه که بتونیم متد اوررایدینگ انجام بدیم. به اینجا کلاس ویکل متد ران داره، به اینجا کلاس بایک متد ران نداره، فقط آماده متد ران کال کرده. پس این میشه یک مثال ساده که متد اوررایدینگ نداره. حالا اگه متد اوررایدینگ داشته باشیم، کلاس ویکل متد ران داره، کلاس بایک هم متد ران داره، این همین رانی که در داخل از اینه. میبینیم اینجا ات اوررایدم هم نوشته شده، خاطر از اینکه این نوتیشنیه که میگه متد ما اوررایید شده. پس اگر آبجکت ما بسازیم از روی کلاس بایک بره، ما دیگه نمیگه ویکل از رانینگ، میگه بایک از رانینگ. ما میتونیم کاری کنیم که اینجا بگیم ویکل از رانینگ، بایک از رانینگ، یعنی هر دو تار کال کنیم.
به داخل متد ران اگر سوپیر استفاده کنیم میتونیم این متد پرینتی رو کال کنیم. خب ما فعلا به اون نیازی نداریم. مثلا یک بانک یک متد داره به نام گت ریت اف اینترست که سودر مسنجر و ریترن میکنه. حالا اگر تعداد بانک ها سودهای مختلفی داشته باشه، مثلا اس بی آی بانک یک رقم سود داره یا یک مقدار سود داره، آی سی آی یک رقم سود داره و اکسیز یک سود دیگه داره، مثلا 0 و 7 و 9. خب ما باید چه کار کنیم؟ ما باید متد گت ریت اف اینترست پرنت بیاییم و داخل چایلد اوورراید کنیم. مثلا کلاس بانک گت ریت اف اینترست 0ه، اس بی آی ما چیزی ننوشتیم، یعنی ای که ما اوورراید نکردیم به خاطر از اینکه از پرنت میگیره، چون اس بی آی هم داخل از این مثال گفته 0ه. یعنی ببینیم اینجا گفته پروواید 0%، یعنی که 0% سود ریترن میکنه. پس به این جگاهی از پرینت میگیره، ولی آی سی آی 7 ریترن میکنه و اکسیس 9 ریترن میکنه. ببینیم انت گت ریت آف انترست هر ستا یکیه، به خاطر نام و پارامترا و دیتا تایپ ها هم یکیه، فقط مقدارهایی که ریترن میشه فرق میکنه. ولی اگر ما آبجکت از روی هر بانک بسازیم، به یکی اول 0، به دومی 3، 7 و 9 ریترن میکنه. بره ما ویدیو رو پاس کنیم، ایر کار کنیم. کلاس به نام انیمال بسازیم، کلاس برد، کلاس سنگ و کلاس انان و اوتپوت یه چیز باشه. خب میفهمیم که این کلاس ساخت از ساده، پس نیازی به کار کردن من نیه. کارخونگی شما اینه که کلاس شیپ بسازیم و دو تا رکتانگل و ترانگل چایلد های کلاس شیپ مونه و این دو تا متد داره، گتریا و تو استرینگ، که از نو استرینگ این متد اوورراید باید بکنیم، چون این متد از خود کلاس آبجکت مونه و این متد تو استرینگ هم که به اینجا به اینجا هست این متد اوورراید میشه و گتریا بازم از کلاس شیپ اوورراید میشه و گتریا بازم از کلاس شیپ داخل از این اوورراید میشه. میبینید که تعداد پارامترها و تایپ و نام همگی یکیه. تشکر، موفق باشین، وقت خوشی داشته باشین، خدا نگهدار.